اینجا خونه یکی به نام آقای علم بوده که ول کرده رفته از اینجا. اینجا هم جایی یه خواهش رو از پنجه ها درود بر دوستان عزیز. اول جا داره که یه تسلیه عرض کنم خدمت هموطنان عزیزم به خاطر فاجعه تبس و روح رفتگان شاد باشه. من اومدم یه خونه به نام خونه آقای علم. قبلا من با آقای نیکفر اینجا اومدم و الان اومدم که یه جستجو انجام بدم که ببینیم به کجا میرسیم. با هم بریم. اینجا خونه یکی به نام آقای علم بوده که ول کرده رفته از اینجا. و بعد از اون یه خانواده دیگه اومدن جاشون. یا همون چایی هم که گفتیم. اون مرد خودشو شو انداخته بوده توی اینجا که درش بسته شده.
قصد دارم اول یه جستجو خونه انجام بدم. این آدمی که میگیم در واقع اسمشو نمیدونم ولی یه تحقیق کردم که گفتن کارش دریا بوده. احتمال داره که توی این اتاقه
تو اتاق خود همون مردی بوده که خواهش رو انداخته توی چاه، توی همون یه بخورات و یه در واقع یه روشی این که برای اونایی که از دریا باد همراه خواهشون میارن یا همون باد زار، چون جوری که شنیدم این آقا بعد از یه سفری که از دریا برگشته اینجوری شده و دریا دیگه نرفته. حالا میرم توی اون اتاق این پایینی، اول یکم با گستیوب یه ارتباطی اگه بتونم باهاشون بگیرم عالی میشه. باید شرایط و فضا واقعا فراهم باشه که خودشون بهم نشون بدن. احساسم اینه. حالا سعی میکنم که بخورات و شمعی که قرارن روی تور ماهیگیریه که دمش گوش ماهی چسبیده، یه روشی هم که برای اونایی که در واقع این روش برای اونایی هم که در واقع کار دریا کار کردن و عجین بودن با خود دریا، بزنم یه اطلاعش بکنم. اول بتونم با گوستیوب یه ارتباطی بگیرم. آیا کسی اینجاست؟ روح، ارواح، موجود ماورایی؟ اینجا هنوز گرمه و هنوز هوا خنک نشده. برام نوشته که من اینجام و اگر اینجایی یه علامتی با نشون بده به ما، اگر روی اینجا هست خودتو به همون نشون بده. آیا روح، اجنه، ارواح در این مکان حضور دارد؟
من قصد اذیت و آزار ندارم و فقط برای ثبت کردن اومدم. اگر اینجایی خودتو بهم نشون بده. میگه 5 نفر وجود دارن. یعنی 5 نفر وجود دارن اینجا. 5 نفر کیا هستن؟ پنج نفر. ولی تا اونجایی که من اطلاعات گرفته بودم راجع به این خونه، اینکه این خونه حدود مثلا برای 1 نفر این اتفاق افتاده بود که بعد همه خونه رو ترک کردن. خطرناک. خب من اینو روشن میذارم و به ادامه مسیرم مسیرمو میدم. من بعد از اینکه بخورات روشن کردم، باز دوباره میچرخم، تصمیم دارم که این بخوراتو تو اون اتاق انجام بدم. خب با هم میریم بالا. از چند زاویه دارم دوربین رو میچرخونم که شما نباید اینجا باشید. من قصد اذیت و آزار ندارم، فقط برای ثبت کردن اومدم. آره من اینجا یه چند تا دور که زدم و روشن کردم. چیز سالی مثل از دو زاویه میگیرم، چون من ممکنه این بر اون برم نگاه کنم و چیزی رو نبینم. شما به هم بگین اگه یه وقت چیزی اینجا دیدین. هیچ کس نمیداند. اینجا همه تمام اون زار میگن به شکل باد در بزنه آدم میره و اون ارواح و اجنه‌ای که حالا بیشتر حالا از دریا انتقال داده میشه، اینه که به وسیله باد خواهشونو جا به جا میکنن. و این مرد هم جز همون آدمایی بوده که دچار باد شده بوده رو دریا. خب اگه اوکی این بریم توی این اتاق و ادامه یه کارمون انجام بدیم. دوربین ثابت هم چیز شده، نتونستم تعمیرش کنم و فرستادم شیراز، اونجا هم نتونستم و بعد ببرمش تهران.
خیلی قدیمی هم برای ازار روی دریان و استفاده می شده. خوراکم رو میذارم و منتظر میشم شام تموم بشه. باید شمع سه قطره بچکنم روی تور و بخور بذارم که به کار خودش ادامه بده، که ببینیم که آیا چیزی بهمون نشون میده یا نه. من دوربینا چون اتاق این آقا اینجا بوده و یه پنکه داشته، این از پنکه آویزون میشه. الان بخور چیز شد، اگر روی اینجا هست خودتو به هم نشون بده. اینجا همون جایی دیگه یه ها خودشو از پنکه ها بیزنه، ولی پنکه باعث کشته شدنش نشده، انداختن توی چاه باعث مردنش شده. شام هم خاموش نمی کنم، باز جستجو کنم. می سوزشم برای خودش،
زغال. برم یه لحظه اونجا اگر روی اینجا هست خودتو به هم نشون بده. اجنه، شیطان، روح، صدا اومد. آیا کسی اینجاست؟ بریم ببینیم. از اون ور یه چیزی دیدم، حالا ممکنه که پرش ذهنی باشه، اگه دیده باشم تو دوربین هست. اتوارم دارم از پشتم قلف نگرده باشم. شیت، قبلا اینجا با علی مراسمی انجام دادیم. ببین تخته، تصمیم گرفتم بالا بخوراتم رو روشن کنم. اگر روحی اینجا هست لطفا خودتو به هم نشون بده. یک نشونه، یک نشونه به هم نشونه بده. خودتو به هم نشون بده. بریم همون بالایی که گفتم. بوی بخورات هم کل خونه رو برداشته، بوش تا اینجا هم میاد.
این خونه رو که دوباره اومدم به این دلیل بود که خیلی بهم گفتن و داستان عجیب غریبی و همه هم میترسن، کسی هم نمیاد اینجا، خاطر همین دوباره اومدم. حالا باید برام ویدیو هم چک بکنم که چقدر درف تونستم چیزی ثبت کنم نکنم. ثبت کردم واقعا کار سختی، یعنی اینجوری نی که راحت ثبت کنی. من یه چند تا دوربین میکارم سری جای مختلف که ببینم، و با یه دوربین دیگه حرکت میکنم ببینم که آیا میتونم چیزی سر ثبت کنم. از دوربینامو میکارم توی چند تا قسمت خونه و در آخر فیلم بهتون نشون میدم تا اونجایی که باتری هم توان یاری داشته باشن. من براتون ویدیو میگیرم. امیدوارم که واقعا تونسته باشم چیزی رو ثبت کرده باشم اینجا. ممنونم که همراهیم میکنین بچه ها، دمتون گرم. بدرود.